بر شما، وقتتان بخیر. خبرهای جمعه هست، 14 خوست که برابر میشه با 4 دسامبر. سرخط خبرها. برگزاری نخستین نشست مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی فردا. تعداد زیاد آمادگی دارم، کلش کسی که نمایشان بودند. آتش بس نکته اصلی در آجندای گفتگوهای صلح دوحه. اعتماد سازی بیشتر میان طرفین، رسیدن به یک آتش بس جامع خواهد بود. کشته شدن یک ورزشکار در شهر کابل. انتقاد بایدن از سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران. و کاهش بازرگانی افغانستان با پاکستان. خوش آمدید. قرار است فردا نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه در ارگ برگزار شود. هرچند عبدالله برای کشانیدن چهره هایی همچون صلاح الدین ربانی، گلبدین حکمتیار به این نشست با آنان دیدار کرده، اما حزب اسلامی میگوید تا هنگامی که از صلاحیت های این شورا اطمینان حاصل نکند در آن شرکت نمی کند. حزب جمعیت به رهبری صلاح الدین ربانی و رحمت الله نبیل هم گفتند که تا هنوز درباره شرکت در نشست فردای رهبری شورای مصالحه تصمیم نگرفتند. شاپور فرهمند. سرانجام پس از چند ماه تأخیر و اندک تغییر در فهرست 45 نفره اعضای رهبری شورای عالی مصالحه، فردا نخستین نشست کمیته رهبری این شورا در ارگ برگزار می شود. یک تعداد زیاد آمادگی دارن، کلش کسی که در نمایشان بوده، تنها چند تا از رهبران سیاسی که پیشتر دفعه اول یک نوع ابا ورزیده بودن، اونا هم اقدامشان اشتراک میکنه. پیش از برگزاری این نشست، عبدالله رئیس این شورا دیدارهای با رهبران سیاسی که عضویت رهبری این شورا را دارند داشته است. به ویژه در دیدار با گلبدین حکمتیار و صلاح الدین ربانی از آنان خواسته که در این نشست شرکت کنند. اما حزب اسلامی میگوید تا هنگامی که از صلاحیت های این شورا اطمینان حاصل نکنند در آن شرکت نمی کنند. پذیرشی مبنی بر این که این اعضای شورای عالی مصالحه نقشی مشورتی ندارند، بلکه نقشی محتوایی دارند، بس همین کفایت میکنند. تصمیمی را که این اعضای شورا گرفتن به نیابت از قاطبه مردم افغانستان در خصوص صلح نهایی است. همین گپ اگر پذیرفته شود قضیه خلاص است و ما مشارکت میکنیم. حزب جمعیت به رهبری صلاح الدین ربانی هم تا هنوز برای شرکت و یا عدم شرکت در نشست فردا تصمیم نگرفتند. برزش کلانتر بالاخره تن به تن که آمدن صلح در افغانستان است و گفتگوی دائمی و رسیدن به قطع جنگ. برگزاری نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه به دلیل مخالفت عبدالله با فهرست 45 نفره ای که قبلا در فرمان رئیس جمهور غنی اعلام شده بود به تأخیر افتاده بود. اکنون منابع میگویند که این فهرست با افزوده شدن نام های 3 تا 5 تن از هواداران آقای عبدالله نهایی شده است. در پی نهایی شدن طرز العمل مذاکرات صلح میان افغانان، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، دور تازه سفرهایش را به کشورهای منطقه آغاز کرده. آقای خلیلزاد گفته که پس از سفر به ترکیه به دوحه می رود و با هیئت‌های گفتگو کننده روی چگونگی همکاریشان در پیشرفت‌های نقشه راه سیاسی با آتش بس دائمی و همه‌جانبه گفتگو با آتش بس دائمی و همه جانبه گفتگو خواهد کرد. گفته شده که هیئت های دو طرف کارشان را روی چگونگی موضوعات آجندای اصلی مذاکرات بر روز شنبه آغاز خواهند کرد. علی اصغری. در کتاب پرماجرای صلح افغانستان، حکومت وارد فصل آغاز مذاکرات مستقیمه با طالبان شده است. طالبان و حکومت به طرز العمل نهایی برای آغاز مذاکرات دست یافتند. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سفرهای منطقه‌ایش را آغاز کرده. او به ترکیه رفته و سپس به قطر می رود. فرستاده آمریکا می گوید به دوحه می رود تا دو طرف را در رسیدن با آتش بس
کمک کند. در آخرین هفته های حکومت اداره دونالد ترامپ ایجاد میکنه که دکتر صبح خلیزاد حداقل نتیجه از مذاکرات نفسگیری که با طالبان داشتن و امضای موافقت نامه دوحه داشته باشه. در کابل سیاسیون پیام مهمتری به خلیزاد دارند، با توانی که دارد طالبان را از بحر توافق با آتش‌بس زیر فشار قرار دهد، اما بسیاری به این باورند که آتش‌بس کار دشواری خواهد بود. مذاکرات آغاز شود تا جلوگیری از جنگ و خونریزی که در افغانستان هست شود. در کنار از یکی از اولویت‌های از این پروسه باید آتش‌بس باشد. از سوی هم گفته می‌شود که قرار است هیئت‌های گفتگو کننده دولت و طالبان روز شنبه بحث روی آجندای گفتگوهای صلح را آغاز کنند. اولویت ما به خاطر آرامش مردم افغانستان و همچنان به خاطر اعتماد سازی بیشتر میان طرفین رسیدن به یک آتش بس جامع خواهد بود. در غربت خبر چاغه حکومت غشتنه ده و در اسلامی نظام خبر چاغه طالبان غشتنه ده. در دوال خبری چی دی در اجنده پرست که در ایسی چراسی. در آجندا بحث بنیادی مطرح شدن موضوع آتش بس است که سفر خلیزاد به دوحه نیست با آن ارتباط مستقیم دارد. خواسته که در این مرحله جواب مثبت آن به طالبان کار بسیار سنگین است. با گذشت 41 روز از نشست های 6:30 صبح بر رهبری امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور، مردم و سیاسیون از کارکردهای وی راضی اند. این نشست ها تا کنون به گرفتاری 960 مجرم، گرفتاری هسته های حمله بر دانشگاه کابل و کاهش جرایم جنایی در کابل منجر شده. علی اصغری به این مهم پرداخته. هشدارها از این جدیتر نمی توانست باشد. مجرم جایش عقب میله های زندان است. این یک هشدار نه، بل پیام هم بود که معاون نخست ریاست جمهوری 41 روز از با این شعار پیکار با مجرمان در کابل را آغاز کرد. مسبب اصلی سطح بلند از جرایم جنایی در کابل چی بود روشن نشد، اما معاون نخست رئیس جمهور همراه با یک گروه از طریق جلسه 6:30 صبح جنگ با جنایتکاران و گروه های تبهکار را اعلام کرد. به باور بسیاری ها آقای صالح در این جنگ پیشتاز بوده است. کاهش هم پیدا کرده و تانسته تا حد زیادی از جرایم جلوگیری کنه. من برنامه 6:30 آقای صالح از میز 6:30 صبح 41 روز پیش پیکارهای مختلفی را آغاز کرد. از این جمله 963 مظنون را در 21 حوزه امنیتی بازداشت کردند. بیش از 30 جاده از وجود دستفروشان پاکسازی شد. سینمای پارک ویران گردید. هسته های حمله بر دانشگاه کابل بازداشت شد. از ساخت ساز بیش از 20 ساختمان غیر معیاری جلوگیری کردند که همه در نحو خودش از سوی آگاهان دستاورد محسوب می شود. کابلیان هم از این حرکت معاون نخست استقبال کرده، میگویند توانست میزان جرایم جنایی در شهر کابل را کاهش دهد. ما با این اعتقاد داریم که شاید آقای امرالله صالح بتونن که یک حداقل 50% آرامی را در کشور ما بیارن. امرالله صالح در رأس آمده، در رأس امنیت دیار در دست گرفته، میبینیم که روز به روز خصوصا نمی موبایل دوزی چقدر کم شد، در رهزنی چقدر کم شد. در تازه ترین مورد و در جلسه 41 6:30 صبح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید رخنه سربازان امنیت ملی در قلب گروه های مخالف یک دست آورد است و روز جمعه با این ترفند توانستن 5 هراس افغان را بازداشت کنند. نادر محمد یک تن از ورزشکاران هنرهای مختلط رزمی، دیگر روز گذشته از سوی افراد ناشناس با ضربات چاقو در منزلش کشته شده. محمد جان محمد پدر این ورزشکار با تایید رویداد خواستار بررسی چگونگی این حادثه است. عبیدالله انوری. حدوداً ساعت‌های 3:30 پس از شش روز پنجشنبه یکی از ورزشکاران مبارزات آزاد نادر محمد دقیقاً در منزل خودش در اتاق خودش از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار میگیره و بالاخره جان میبازد. پسر من تنها یک ورزشکار نبود، یک دکتر بود. دکتری که ورزشکار میباشه فکر کنید که هم صحت هم شرافت. این نخستین بار نیست که ورزشکاران مورد حمله افراد ناشناس قرار میگیرن. چند پیش هم ورزشکاران زیاده به دلیل نامعلوم از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفتن و یا هم جان باختند. سه دقیق معلوم نیست و بسیار و بی‌رحمانه کشتش، حتی سه دفعه گلونش پاره کردن. کابل امن نیست و هر روز از نخبگان، جوانان و حتی ورزشکارانش قربانی می‌گیرند.
خانواده قربانیان از نیروهای امنیتی به خصوص از مسئولین درجه اول نهادهای امنیتی میخواهند تا در این راستا تلاش جدی نمایند. عبیدالله انوری، آریانا نیوز، کابل. در همین حال پلیس کابل میگوید که در 24 ساعت گذشته استفاده از مواد نشاور جان 7 تن را در کابل گرفته. به گفته سخنگوی فرماندهی پلیس، شب گذشته 4 تن به شمول یک خانم شب را در داخل یک کانتینر سپری می کنند و صبح اجسادشان به دست می آید که به اساس معلومات ابتدایی این افراد از مواد نشاور استفاده کرده بودند. و این می افزاید که شام امروز نیز چند تن از جوانان در جاده دارالامان در حالت نشه با هم درگیر می شوند و 2 تنشان کشته می شود. جنرال سهیلا صدیق نخستین بانوی جنرال در افغانستان و از پزشکان پرآوازه کشور درگذشت. بانو سهیلا صدیق همچون وزیر صحت عامه و فرمانده بزرگترین بیمارستان نظامی کشور کار کرده بود، پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا صبح امروز با عمر 72 سالگی درگذشت. سمی جهش. اگر جنرال سهیلا صدیق نزدیک به 40 سال عمرش را در بیمارستان سردار محمد داود خان در شهر کابل که به بیمارستان 400 بستر مشهور است خدمت کرد. جنرال سهیلا صدیق بیماری الزایمر یا فراموشی داشت و از 6 سال به این سو در بیمارستان بستری بود. وی در این اواخر به ویروس و کرونا نیز مبتلا شد و سرانجام صبح روز جمعه در بیمارستان سردار محمد داود درگذشت. خیرن به سبب از همین مرض کووید 19 و اختلاطات یا زوز که ERDS میگه در عجل لبای گفتن. جنرال سهیلا صدیق 72 سال پیش در شهر کنه کابل به دنیا آمد. او در سال 1345 که دانشجوی دانشگاه طب کابل بود برای ادامه تحصیلات به روسیه رفت و سند دکترا را از آنجا به دست آورد. دکتری که مجروحین جنگ همیشه صادقانه و مادرانه تداوی میکرد و اضافه از 40 سال در نظام افغانستان در بخش طبابت و بخش حقوق زن اینا خدمت کردند. دگر جنرال سهیلا صدیق برای چند سال به عنوان فرمانده بیمارستان سردار محمد داود خان و همچنان از سال 2001 تا سال 2004 میلادی به عنوان وزیر صحت عامه نیز بود. اثنای کار بسیار دیسپلین داشت، اما وقتی که برآمد بیرون این مثل یک دوست، مثل یک رفیق با هم برخورد میکرد. جنرال سهیلا صدیق ازدواج نکرده بود و کسی از نزدیکانش نیز در شهر کابل حضور ندارد. وزارت دفاع ملی گفته است که مراسم خاکسپاری جنرال سهیلا صدیق روز شنبه در مراسم ویژه در کابل برگزار خواهد شد. بنیاد بیات در ادامه کمک‌هایش بیمارستان فاطمه بیات در ولسوالی پچراگام ننگرهار را ترمیم کرد. مردم این ولسوالی می‌گویند که بنیاد بیات همیشه در شرایط دشوار با آنان همکاری کرده است. این بیمارستان مرکزی ولسوالی پچراگام ننگرهار است. حدود 14 سال پیش از سوی بنیاد بیات ساخته شده است. بخش‌های مختلف این بیمارستان به دلایل مختلف آسیب دیده بود که به درخواست مردم از سوی بنیاد بیات ترمیم شده است. من گفتم بوداندیش که بعضی وقتی که من نکم نکات پاتی و آگم دوی پزرورت کنی ولی و آودلته من سر دغدغه تعمیر یا وزری بیاد دغدغه ولسونو و مخ که چه اگه سر کم سالم استفاده داد ولسونو تنهایی که آغازی یا آماده شد دغدغه تعمیر. در بیمارستان فاطمه بیات در پچیراگام بخش جراحی، داخله، زایشگاه، واکسین و خدمات آگاهی صحی موجود است که اکنون از سوی یک مؤسسه قراردادی حکومتی به نام AADA خدمات ارائه می شود. مردم می گویند که بنیاد بیات بانی ارزه این خدمات است. باید ندیر خوشحاله چه دا کاری مونگ تا پنیزدی وقتی دیر ضرورت و او مونگ مریضان هم مشکل که و طول خلق اخپل پرسونال مشکل که کوتی را سکی دلی کنه. بیا هم دو دوی توجه را و روزه که چه پچیراگام و لسواله چه ده داغه چی دی دا ودانه چی دی دا نورم ترمیم تزرورت لری نورم ترمیم تزرورت لری زکا دا د انسان د جون مسری دی دلتا. رئیس بیمارستان فاطمه بیات در پچیراگام از دیگر نهادهای کمک کننده میخواهد تا خدمات مشابه ارائه کنند. همی رنگ را تا وک تول تعمیر دنن او بهار ته رنگ را تا وک
او هم راته دروازی او شدار او کړکۍ ترمیم کړی او هم راته جالۍ ولګولې. ان شاء الله پاینده کې به تعمیر د لس پنځه لس کال پورې به ان شاء الله موږ د دې ښه مستفید شو. مؤسسه AADA می گوید که با کمک بنیاد بیات خدمات خود را برای باشندگان بلسولی پچیراگام افزایش داده اند. در آریانا وقفه می گیریم. خبرها را در آریانا نیوز ادامه می دهیم. عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ هنوزم از چنگ آدم ربایان آزاد نشده. بستگان او که در شهر مزار شریف چادر تحسن برپا کردند میگویند که اگر حکومت هرچه عاجل دست به کار نشود و این کودک را آزاد نسازد بندر بازرگانی حیرتان را میبندند. بازم جهش. عبدالرؤوف کودک 9 ساله دانش آموز یکی از مکتب‌های خصوصی در شهر مزار شریف بود که نزدیک به یک ماه پیش هنگام رفتن به مکتب از سوی آدم ربایان که لباس نظامی به تن داشتند ربوده شد و تا اکنون نهادهای امنیتی هیچ سرنخی از این کودک پیدا نکردند. آدم ربایان این نوار تصویری که از کودک ربوده شده است برای خانوادهش فرستادند که برهنه و در زنجیر بسته است و با فریاد کودکانش از خانوادهش می خواهند تا او را کمک کند. نه در اینجا روزگاه خوش نیست. اگر پیسر دوست دارید یا مرا دوست دارید مرا دوست داشته باش و پیسر زمینه رو بتن. آدم ربایان هم در یک تماس تلفنی در بدل رهایی این کودک از خانوادهش مبلغ 1.5 میلیون دلار خواستند. از سوی هم نزدیکان کودک ربوده شده در بلخ چند روز است که برای رهایی این کودک از چنگ آدم ربایان چادر برپا کردند. به خاطر از رهایی عبدالرؤوف جان فردا انشالله به خاطر نمی دادخواهی ما بندر حیرتان و بسته خواهم ساخت. هدف ما فقط رهایی عبدالرؤوف جان و به پنجه قانون سپردن عاملین اختطاف عبدالرؤوف جان است. اما نهادهای امنیتی میگویند تلاش ها و تحقیقات نیروهای امنیتی و کشفی برای رهایی عبدالرؤوف کودک ربوده شده جریان دارد و اکنون در این مورد معلومات بیشتر دادن نمیتوانند. پس از رفت و برگشت، انتقاد جو بایدن از سیاست های ترامپ در برابر ایران، دشوار خواندن حل اختلاف های آمریکا با ایران. فشرده چند رویداد از جهان. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا با انتقاد از سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران گفته است که نمیتواند بگوید که سوی قصد به محسن فخری زاده چی تاثیر بر اختلاف میان ایران و آمریکا خواهد گذاشت. آقای بایدن گفته است که الان مسائلی که بین آمریکا و ایران وجود دارد دشوار خواهد بود. او به همراه معاونش کاملا هریس در مصاحبه با CNN ناظر شد و از سیاست خارجی دونالد ترامپ از جمله در برخورد با ایران انتقاد کرد. اعضای شورای مسلمانان فرانسه قرار است این هفته با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کنند تا متن منشور ارزش‌های جمهوری‌خانه جدیدی را که باید به امضای مامان در سراسر این کشور برسد به تایید نهایی برسانند. طبق گزارش‌ها از این شورا که نماینده 9 انجمن مختلف مسلمان است، خواسته شده که به رسمیت شناختن ارزش‌های جمهوری‌خانه فرانسه، رد اسلام سیاسی و ممنوعیت نفوذ خارجی را در این متن بگنجانند. تا دقایق دیگر. کاهش چشمگیر بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، ایجاد مشکل از سوی پاکستان دلیل این کاهش. به این بخش هم خوش آمدید. روند بازرگانی افغانستان با پاکستان به گونه بی پیشینه کاهش یافته. اتاق تجارت و سرمایه گذاری با ابراز این مطلب میگوید که در سال روان میلادی بازرگانی میان دو کشور حدود 800 میلیون دلار میرسد که این رقم در سه سال پیش 3 میلیارد دلار بود.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور میگویند که ایجاد برخی چالش ها از سوی پاکستان در برابر بازرگانان افغان باعث شده است تا روند بازرگانی میان دو کشور که عمدتاً واردات از پاکستان است به 800 میلیون دلار کاهش یابد. به گفته آنان پاکستان همواره خلاف تمام اصول و قاعده های بین المللی بازی میکند و اکنون بازرگانان افغان علاقه ندارند که با پاکستان تجارت کنند. تجارت بین کشور پاکستان و افغانستان در این سال کاهش داشت و علت کاهش داشته تجارت یک ویروس کرونا که کارهای تجارت بین دو کشور توقف داد و دومیش هم که مشکلاتی که در سر مرز افغانستان پاکستان بود. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت نیز کاهش بازرگانی با پاکستان را تایید می کنند، اما عامل اصلی آن شیوع ویروس کرونا را می دانند که باعث بند بودن مسیرها شده بود. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می گوید که حکومت افغانستان در تلاش ایجاد روابط خوب بازرگانی با تمام کشورها است. ما تمام تلاش خود را می کنیم که از طریق راه‌های زمینی و هوایی رابطه خوب تجارتی و اقتصادی با تمام کشورهای دنیا از جمله کشورهای همسایه داشته باشیم. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که اکنون رقم بازرگانی با ایران به 4 میلیارد دلار می رسد و با گذشت هر روز در حال افزایش است. بهای ارزها یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 92 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 کلدار پاکستانی 478 افغانی و 1000 کلدار هندی 1040 افغانی. آنچه بیننده خواهید. ادامه دور دوم لیگ برتر فوتسال کابل، پیروزی وی آی پی و شریفی سپورت در برابر حریفان. چند رویداد کوتاه از دنیای ورزش. وی آی پی به دیدار نیمه نهایی مرحله دوم لیگ برتر فوتسال شهر کابل صعود کرد. در ادامه مرحله گروهی این رقابت ها فوتسالیستان وی آی پی با حساب پرگل 7-4 اطمینان را شکست دادند و راهی نیمه نهایی شدند. در دیگر دیدار شریف اسپورت 5-2 شهید نسیم را شکست داد تا امیدهای این تیم برای صعود به مرحله بعدی رقابت ها همچنان زنده باقی بماند. این رویداد فوتسالی هر روز به گونه قانونی و زنده از سوی شبکه جهانی تلویزیون آریانا به دست نشر سپرده می شود. بازی های دور نهایی رقابت های انتخابی باولینگ پایتخت با گزینش 6 چهره در بخش بانوان و نیز 6 بازیکن در بخش آقایان پایان یافت. 24 ورزشکار در دو بخش بانوان آقایان برای دو روز برابر هم پیکار کردند. قرار است تا 10 روز دیگر کابل میزبان رقابت‌های گزینشی تیم ملی باولینگ افغانستان با حضور ورزشکاران از زون‌های شمال، غرب و مرکز کشور باشد. تیم فوتبال حضرت عمر فاروق قهرمان لیگ برتر فوتبال ولایت بغلان شد. این تیم در دیدار نهایی رقابت‌ها با حساب 2-1 عقاب را شکست داد و به قهرمانی رسید تا جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی زون شمال شرق کشور را نیز به دست آورد. بر بنیاد گفته‌های مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت بغلان، این رقابت‌ها به دلیل نگرانی از شیوع موج دوم ویروس کرونا به گونه فشرده برگزار شده بود. وضعیت هوای فردا. ممنون از همراهیتان تا درود دیگر. بدرود.